حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار آقای نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اسلامی ایران ادامه و افزایش همکاری های همه جانبه با ونزوئلا است. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار از آقای هوگو چاوز رئیس جمهور فقید ونزوئلا به عنوان دوست خوب ایران یاد کردند و با اشاره به روابط نزدیک دو کشور خطاب به آقای مادورو گفتند شما نیز در دوره مسئولیت خود این همکاری ها را ادامه داده و با شجاعت بر مشکلات و توطئه های تحمیلی دشمنانتان فائق آمدید. رهبر انقلاب همچنین کاهش عجیب قیمت نفت در یک مدت کوتاه را حرکتی سیاسی و غیر اقتصادی خواندند و افزودند دشمنان مشترک ما از نفت به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می کنند و قطعاً در این کاهش شدید قیمت نفت نقش دارند. ایشان با تایید توافقات صورت گرفته میان رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا برای مقابله هماهنگ با کاهش قیمت نفت خاطر نشان کردند. البته همکاری های دو کشور منحصر به مسائل نفتی نیست و باید سطح مبادلات و سرمایه گذاری های میان دو کشور را که اکنون کمتر از حد انتظار است افزایش داد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تجلیل از مقاومت، مواضع و اقدامات ونزوئلا در عرصه منطقه‌ای و بین المللی گفتند کشورهای آمریکای لاتین در واقع عمق استراتژیک ونزوئلا هستند و آرمانهای ونزوئلا موجب بیداری بسیاری از ملت‌های آن منطقه شد که علت دشمنی آمریکا با دولت و ملت ونزوئلا نیز همین مسئله است. رهبر انقلاب در همین زمینه به مواضع بسیار خوب دولت ونزوئلا در جنگ 51 روزه غزه و همچنین سخنان رئیس جمهور ونزوئلا در این دیدار اشاره کردند و افزودند رژیم صهیونیستی در دنیا و به خصوص در میان ملت‌های منطقه ما کاملا منفور است و مواضع شجاعانه شما علیه این رژیم دوستان زیادی برای شما در بین ملت‌ها پدید خواهد آورد. ایشان همچنین با آرزوی موفقیت برای دولت ونزوئلا خطاب به آقای مادورو تاکید کردند شما جوان و برخوردار از عزم و اراده هستید و تصمیم قطعی جمهوری اسلامی نیز ادامه و افزایش همکاری هایی است که سالهاست بین دو کشور آغاز شده و استمرار و تقویت آنها به نفع هر دو کشور است. در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با تشکر از کمک‌ها و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران گفت آقای چاوز همواره در سخنان خود رهنمودهای جناب عالی را یادآوری می‌کرد و احترام ویژه‌ای برای ملت، جایگاه و تاریخ ایران قائل بود و ما نیز همچون او ایران را خانه خود می‌دانیم. وی اعتماد بین دو کشور را سرمایه ارزشمند برای توسعه روابط دانست و افزود باید با استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دو کشور در مسیر توسعه جهشی روابط گام برداریم. رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه با اشاره به افت جهانی قیمت نفت گفت در تلاش هستیم که اجماعی را برای کنترل قیمت نفت میان کشورهای عضو اوپک و همچنین دیگر کشورهای صادرکننده نفت از جمله روسیه ایجاد کنیم تا با همکاری و بهره گیری از مکانیزم‌های نوین قیمت نفت را به حد قابل قبولی بازگردانیم. آقای مادورو در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله فلسطین اشاره و تاکید کرد فلسطین یکی از آرمان‌های اصلی بشریت است و ملت و دولت ونزوئلا خود را مدیون آرمان فلسطین می‌داند و اطمینان داریم که روزی فلسطین آزاد خواهد شد. رئیس جمهور ونزوئلا همچنین گفت فلسطین قربانی سیاست‌های استکباری و ویرانگر دولت آمریکا شده و دولت آمریکا تلاش می‌کند چهره ضد بشری و سلطه‌گر خود را پشت هزار چهره موجه پنهان کند.